ایران در دستان شماست. به نام ایران و به نام پرچم سرنگ شیر خورشید نشان، با درود به شما همراهان همیشگی، شیرباروان و دلیر مردان میهن آریایی در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرید، یک برنامه دیگر از سری برنامه های نهاد مردمی رو در خدمتتون هستیم و همراه همرزمان عزیزم جناب آرش مهدوی و همینطور جناب جواد رسولی. از ادب دارم به عزیزانمون در فیسبوک نهاد مردمی پوزش به خاطر صدا و آنان که از طریق رادیو نارمک ما رو مستقیم میشنوند. طبق معمول همیشه این برنامه بعد از یکی دو ساعت بعد از انتهای برنامه با حجم کم در تلگرام و در فضای مجازی اشتراک خواهد شد، ضمن اینکه از دو سه پیچه اینستاگرامی نیز ما رو مستقیما دنبال میکنید. اجازه بدید نخست دوری داشته باشیم و هم رزمانمون و سپس در خدمتتون باشیم. با درود فراوان، من هم برای همه همیهنان عزیز در سرتاسر جهان و مخصوصا در سرتاسر ایران آرزوی موفقیت و پیروزی نهایی بر حکومت جلاد جمهوری اسلامی دارم و امیدوار هستم که با هم بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم. جناب رسولی بفرمایید. عرض ادب و احترام خدمت جناب علی، جناب فرشادپور گرامی و جناب آقای آرش مهدوی عزیز. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. درود میفرستم به همه هممیهنانمون در سرتاسر جهان، به خصوص ایران عزیزم. سپاسگزارم از شما، در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از شما عزیزان و اجازه بدید نخست بریم در رابطه با چند موضوع برومرز در ارتباط با ایران. عزیزان، نخست مهمترین خبر از دید من نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. جناب برایان هوک به عنوان معاون وزیر خارجه امریکا گزارشاتی رو داشتن با اعضای شورای امنیت و همینطور یک نشست خصوصی که در ادامه برنامه به اون خواهیم پرداخت، ولی موارد بسیار مهمی مطرح شد در رابطه با ایران که باعث شد عکس‌العمل‌هایی رو در داخل میهن داشته باشه و همینطور گزارشی داشتن ایشون از شیطنت‌های جمهوری اشغالگر اسلامی و سپاه قدس و حزب شیطان در لبنان، در سوریه، در عراق و حتی
در امریکای جنوبی و اشاره به ونزوئلا داشتن که در کنار کوبا و عرض کنم خدمت شما روسیه، ایران هم داره حمایت میکنه با اعزام مستشاران و اولتیماتوم دادن مبنی بر خروجشون. و همونطوری که در خبرها دیدید پرزیدنت ترامپ تهدید کرد کوبا رو به تحریم‌های شدید و خواست که خارج بشن، به روسیه هم اولتیماتوم داد و به مادورو هم اعلام کرد که اگر کوتاه نیایید و قرار باشد دیگران دخالت بکنن در امریکای جنوبی در محدوده ونزوئلا، با توجه به این که جناب خوان گوایدو بیش از 54 کشور رو به عنوان رئیس جمهور موقت و رسمی و قانونی از منظر قانون اساسی ونزوئلا به حساب میان و حمایت مردمی رو هم دارن، مجبور به مداخله نظامی خواهد شد. خبر دیگر که بسیار مهم بود بعد از کشف مواد مخدر در اروپا و همینطور مواد مخدر در آسیای جنوب شرقی، ما خبر دیگری رو داشتیم در مصر، در لیبی، پوزش میخوام، در مصراته، بندر مصراته لیبی، کشتی از ایران که توقیف شده و در داخل اون یک سری سلاح‌هایی رو و موشک‌هایی رو کشف کردن، که اجازه بدید نخست ما به این کلیپ نگاه بکنیم و برگردیم اگر تا فرمان آمده دارن در خدمتون باشیم. السلام علیکم، طمن شباب موجودين في المحاور. اليوم تاريخ 29/4/2019 وهدينا 20,000 صاروخ مجهزين لنا في خلال المكان الثاني ان شاء الله، المكان المعلوم. صواريخ جد دريت نوع ناس صواريخ بله. همونطوری که دیدید همیهنان عزیز، رژیم به جای اینکه به مردم خودش برسه فقط در پی ارسال تروریست هست و سلاح و مواد مخدر و پولشویی و دیگر موارد. صحبت پولشویی شد خدمت رو عرض بکنم و همینطور دور زدن تحریم ها با توجه به سفت و سخت گرفتن امریکا. روحانی قبلا یک سری صحبت هایی رو داشت و مطرح میکرد که ما بریم رو حساب کی تحریم ها رو دور بزنیم، خرجش رو شما میدید، یه سری از این گونه موارد مطرح میکرد. اما امروز ما میبینیم به شکل دیگری مطرح میکنه و در ادامه ظریف الدوله رو داشتیم. بله، پینوکیو نظام که در یک سری مطرح میکرد در گذشته مبنی برای این که ما دکترای دور زدن تحریم ها رو داریم، ایشون پروفسور حقوق بشر است که هیچ، دکترای دور زدن تحریم ها رو هم اعلام میکرد داریم، میاد رسما اعلام میکنه ما به خاطر دور زدن تحریم ها 35 میلیارد دلار پول دادیم و نمیدانیم کجاست. اینو من خارج نشین مرفع بی درد عامل امریکا نمیگم، اما خودش داره میگه. اجازه بدید با هم این رو هم ببینیم که مستند باشه عرایض من نسبت به شما. ما در واقع 35 میلیارد دلار به یک عبارتی ما مجبور شدیم در اختیار کسانی قرار بدیم که معلوم نیست الان کجاست، اون پول معلوم نیست کجاست، برای اینکه بتونن تحریما رو دور بزنن. I mean there are always ways of going around the sanctions. We have a PhD in that area. خب اینم اعترافات ایشون. و از آن سو روز جهانی مطبوعات رو داشتیم که من همینجا به نمایندگی از خودم و نهاد مردمی بایستی به مطبوعات داخل کشور روز جهانی رو به جای تبریک تسلیت بگم، چرا که در یک کشوری زندگی میکنن که سانسور شدید هست، تهدید هست، زندان هست، شکنجه هست و یکی از بزرگترین کشورهای دارای زندانی عرض کنم خدمت شما مطبوعاتی و خبرنگاران رو داره و روی خبرها بسیار هست و
همینطور صحبت هایی که وزارت خارجه امریکا میکنه مبنی بر فساد حاکمان اشغالگر اسلامی در بخش های مختلف، این از بیت رهبری گرفته تا مافیای سپاه تا همه حکومتی ها ادامه داره، هر کدوم به اندازه شرایط خودشون و روی این رو دقیقا بزرگش میکنن، مطرحش میکنن، به جهانیان اعلام میکنن. سخنگوی وزارت خارجه امریکا صحبت میکرد، همین که الان تصویرش رو میبینید، بایستی جهانیان بدانند که با چه حکومتی طرف هستند و این سیستماتیک هست. عزیزم خودتون بهتر از من و همینطور سخنگوی وزارت خارجه امریکا میدونید. به روی خبرها بسیاره، اما اینکه ما باید چه بکنیم در اون مرز و برون مرز امروز یکی هست. ولی اجازه بدید نخست بریم خدمت همرزم عزیزم جناب آرش مهدوی که بسیار خبرهای خوبی داره. با سپاس فراوان، بهروز گرامی و با درود مجدد خدمت همیهنان عزیز. همون گونه که به هر حال همه شما هم اطلاع دارید، در همه زمینه‌ها جمهوری اسلامی تحت فشار هست. هموطنان گرامی، به هر حال ما که در خارج از ایران هستیم یه مقدار خبرها بدون فیلتر در اختیارمون هست و می‌بینیم که فشارهایی که هم از طرف امریکا و هم از طرف مبارزان داره میاد بسیار زیاد است. همیهنان گرامی توجه بفرمایید که روزی 3 میلیون بشکه نفتی که جمهوری اسلامی تا همین چند وقت پیش میفرستاد به خارج و پولش رو میداد به حزب الله و نصر الله و دیگر تروریستای دور تا دور جهان، به صفر رسیده و اینها دیگه هیچ گونه پولی ندارن که نه به تروریستاشون بدن نه به عواملشون بدن در داخل و خارج از ایران و حتی پول حقوق برای شماها ندارن. پس بنابراین اینجاست که من فکر میکنم به اون ضرب المثل و مثال اصلی میرسیم که وقتی در داخل زمین بوکس حریف از همه طرف داره مش رو سرازیر میکنه به سر و صورت مقابل، اون هر کدوم از این مشتا میتونه پایان اون مسابقه و پایان اون برنامه باشه. یعنی یک دونه از این حرکت ها میتونه این حکومت کثیف رو از پا بندازه. در سر تا سر دنیا هم که میبینید در طول این چند دهه گذشته یکی پس از دیگری حکومت های دیکتاتوری به پایین کشیده شدن، یا توسط مردم یا با جنگ و یا با زور. حالا اینجا من فکر میکنم مشخصا برای تک تک ماها چه در داخل و چه در خارج از ایران این مهمه که کدوم رو میپسندیم. آیا میپسندیم که کشورهای خارجی یا جمهوری اسلامی جنگ رو آغاز کنن و کشورمون از بین بره، یا اینکه میپسندیم خودمون این به قول معروف ضربه آخر رو بزنیم بر پیکره پوسیده جمهوری اسلامی و پایین بیاریمش. ما در خارج از کشور همونطور که در برنامه‌های گذشته هم گفتیم با همکاری دیگر گروه‌ها که خوشبختانه هر روز هم تعدادشون داره زیاد میشه، چون فکر می‌کنم همه به این نتیجه رسیدن که باید با هم دست در دست بدن تا بتونن این حکومت شیطانی رو که 40 سال پیش توسط خمینی گور به گور شده به سر کار اومد و با به نظر من اشتباهات بسیار زیادی که نسل گذشته ما کرد، این باعث شد که به این بدبختی برسیم، الان ما میتونیم جبران کنیم. و این حرکتی که در روز 11 ماه می، یعنی همین ماهی که ما درش هستیم و تقریبا امروز روز 4/3 هست اگر اشتباه نکرده باشم، تقریبا 8 روز دیگه ما وقت داریم به این حرکت و خوشبختانه از خبرهایی که میرسه تعداد زیادی از همیهنان میخوان شرکت کنن، ولی ما امیدواریم هرچه بیشتر هموطنان مخصوصا در آلمان در کشورهای اطراف بیان و به این همایش بپیوندن که با هم بتونیم جمهوری کثیف اسلامی و مخصوصا سپاه پاسداران. هموطن گرامی، سپاه پاسداران 40 سال هستش که داره از شما میکشه، گروگانگیری میکنه،
در دیگر قسمت‌های جهان جنگ افروزی می‌کنه، اسم و نام ایرانی رو بد کرده و همه هدف اصلی ما از این همایش این هستش که در ادامه تروریست شناختن راه مزدوران پاسدار جمهوری اسلامی از طرف امریکا و پرزیدنت ترامپ ما بتونیم این فشار رو به اتحادیه اروپا بیاریم که این سیستم کثیف مافیایی دزد جنایتکار رو در لیست به هر حال تروریستی اتحادیه اروپا هم قرار بدن. پس به این دلیل خیلی مهم هست که تک تک ماهایی که در اونجا هستیم میتونیم تأثیر باشیم. ما خودمون با دوستان از نروژ داریم میدیم. پس این واقعا حیف است که عزیزانی که در آلمان هستند، در شهرهای مختلفش، عزیزانی که در انگلستان هستند، در بلژیک هستند، در فرانسه هستند، همه اون کشورهایی که دور و بر آلمان هست نیان و از این موقعیت مناسب استفاده نکنن. یک روز شنبه است، روزیه که تعطیله. از هر کجای آلمان که شما بخواید تشریف بیارین دیگه از دورترین جایش 4-5 ساعت با ماشین هست، از نزدیکترین جاش هم که شاید با نیم ساعت 20 دقیقه بتونیم بیاین اونجا. پس من از شما تقاضا میکنم به این خواسته بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون جواب مثبت بدین، شما هم بیاین. اجازه بدین با هم بریم یکی از کلیپ‌هایی که در رابطه با این همایش 11 می در برلین داریم و نگاه کنیم و برگردیم. بله همینان عزیز، همونطوری که نگاه کردید اسم سازمان‌هایی که به هر حال این حرکت رو سازماندهی کردن و سازمان‌های پشتیبان رو می‌بینید در لیست. فقط همین رو خدمتتون بگم که بسیاری از سازمان‌هایی که در روزهای اخیر به این حرکت پیوسته و میان اسمشون حتی در اون لیست ما نتونستیم بذاریم چون این سفر رو نمی‌خواستیم بیشتر بشه، ولی مطمئناً در حرکت‌های بعدی که ادامه دار هست این برنامه در بسیاری از شهرها و کشورهای اتحادیه اروپا اضافه خواهد شد. پس این فقط جای شما تک تک عزیزان رو کم داره. هم اعلام کنم که عزیزان ایران، مبارزان بسیار بسیار پشتیبانی کردن از ما، درود میگم به تک تکشون، حتی برای ما پیام‌هایی فرستادن و این نشون دهنده این هستش که اونها از ماهایی که در خارج از ایران هستیم یه انتظاراتی دارن. ببینید ما همیشه خودمون انتظارات از داخل داشتیم، چه بهتر که الان انتظارات هموطنان در داخل ایران رو ما انجام بدیم، ماهایی که در خارج از ایران هستیم. باز اجازه بدین به یک کلیپ دیگه از داخل ایران گوش کنیم و نگاه کنیم که یک هممیهن ما در رابطه با همین همایش برلین ببینید چه پیامی برای شما داده. این قابل توجه تک تک شما عزیزان هستش که در اروپا زندگی میکنید. درود هموطنان، درود هموطنان برومرز. 40 سال شکنجه و قتل، 40 سال نقض حقوق بشر، 40 سال راندخاری، 40 سال فساد و قتل و جنایت، 40 سال حجاب اجباری، 40 سال بی‌ثباتی در خاورمیانه و سایر نقاط دنیا، 40 سال فرار مردم ایران از سرزمین خودشان. کنون در این برهه از تاریخ شما ایرانیان ساکن اروپا و آلمان یک دل و همصدا در گرد همایی که در 11 می در برلین آلمان برگزار می شود حضور به هم رسانید و اعتراض خود را در برابر ظلم و فساد و غارت و چپاول و دزدی این بیشرمان به گوش جهانیان برسانید. هموطن، اگر سیاسی نیستی، ایرانی که هستی، در این فرصت تاریخی صدای خود را به گوش جهانیان برسان. پا
پاینده قهرمانان ایران ساز پهلوی. با سپاس از شما هموطن گرامی و من امیدوارم این صداهای صدای شما رو همه بشنوند و این بار با یک حالت عرق ملی و یک وظیفه ملی حتما شرکت کنند، چون به نظر من هیچ بهانه‌ای مورد قبول نمیتونه باشه وقتی این همه بدبختی و ناراحتی و شکنجه و کشته و گرسنگی در داخل ایران است و ما میتونیم با گذاشتن چند ساعت وقتمون این حرکت رو پشتیبانی کنیم. البته برمیگردیم و من بیشتر در این مورد به شما توضیح میدم. اجازه بدیم با هم بریم و صحبت‌های جناب جواد رسولی عزیز رو بشنویم در ادامه برنامه. سپاسگزارم، مجددا درود میفرستم خدمت همه عزیزان. من میخواستم به دو روز گذشته اشاره کنم، دو تا اتفاق مهمی که در کشور ما افتاده، دو تا روزه که خیلی اهمیت داره هم از نظر جهانیش و هم برای خود ایران. و اینکه میخواستم از روز کارگر شروع بکنم و چرایی اینکه چرا مردم به این کارگران نپیوستن، چرا حضور گسترده مردم رو ما شاهد نبودیم و اینکه تو این روز ما میتونستیم یه ضربه شست خیلی خوبی به رژیم نشون بدیم و بتونیم رژیم رو واقعا به عقب برگردونیمش، بتونیم کاری بکنیم که رژیم هزینه پرداخت بکنه، ولی به راحتی از این روز گذشتیم. این اتفاقی بود که من روزها هفته منتظرش بودم و ببینم مثلا حضور گسترده مردم و اینکه مردم به شکل عظیمی وارد خیابون‌ها شده باشن تو تمام شهرهای مختلف ایران، اما متاسفانه شاهد این حضور نبودیم. میگه نمیدونم واقعا باید به چه سطحی از دشواری و سختی برسیم، چون که همیارانم جان فرماشش رو گفتن، نداری، فقر، بیکاری، بیپولی، نمیدونم زباله‌گردی، این همه مشکلاتی که در کشور هستش و ما میتونیم از این روزهای مهمی که توی کشور اتفاق میفته، جهانی هستن بعضی از این روزها، بتونیم بهترین استفاده رو ببریم. ما در حتی کشورهای آزاد هم میبینیم، کشورهایی که مشکلاتی هم ندارن ولی باز کارگراشون در سطح گسترده میان خیابون، مردم ازشون حمایت میکنن و خواستار مثلا برابری حقوق زنان و مردان هستن یا خواستار کم شدن ساعت کاریشون هستن و غیره. اما در ایران ما شاهد به جای اینکه باز میخوام حضور مردم رو داشته باشیم در کنار این کارگران عزیز، شاید حضور صفحه طولانی بنزین بود، نهایت به اون موضوع برمیگردیم، ولی من میخواستم واقعا اینجا این خواسته از مردم داشته باشم که فکر میکنید چه اتفاقی باید میفته یا باید به چه حدی از سختی بیشتر ما برسیم که دست به اتحاد بزنیم. ببینید این فراخوان به قول فرشاد بر خارج نشین کلاوات زده نیست، فراخوانی بود که از طرف داخل ایران داده شده بود، هموطنهای ما بودن که ما الان در روز سال گذشته میانگی ما میدیدیم روزی 3 تا 4 تا اعتراضات سنفی هستش، اعتراضات کارگری هستش در ایران. خب این روز میتونست همی باشه برای اینکه حضور گسترده ملی داشته باشیم در خیابان. همه مردم ایران، بخش بزرگ از جامعه ایران بخش کارگری هستن، قشر متوسط، کارمندی و کارگری یکسان هستن و این روز میتونستش که بسیار مهم باشه برای کسانی که میخوان حقشون رو بگیرن، واسه کسایی که میخوان توی این مملکت یه اتفاقات مثبت و مفیدی بیفته. خب متاسفانه ما این حضور رو ندیدیم و تعداد اندکی هم که کارگر حضور داشتن متاسفانه سرکوب شدن و این چیزی که اگر ما حضور گسترده داشتیم این سرکوب احتمالاً اتفاق نمی افتاد یا خود رژیم به خاطر حضور گسترده مردم امکان سرکوب رو نداشت. از بدید من از اتاق فرمان تمنا داشته باشم یک کلیپ مربوط به این روز کارگر رو ببینیم. من برمیگردم باز در خدمتتون هستم اگر امکانش باشه. اتحاد، اتحاد، کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد، کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد، کارگر،
بله، برای کشوری که 80 میلیون نفر جمعیت داره و حداقل فکر میکنم بین 15 تا 20 میلیون نفرش کارگر باشن، حضور این مقدار معترض چیز چشمگیری نیست و این دو تا فکر میکنم پیام میده برای هم دولت هم مردم، این که ماها همه فعلا با هم یک دست نشدیم، یک تفکر یکسان نداریم، هممون برای آزادی و رهایی تلاشی نمیخوایم بکنیم. و پیام میاد که برای دولت ارسال میشه اینه که واقعا این فراخوان ها رو جدی نمیگیره، این اعتراضات رو خیلی جدی نمیگیره، میبینه حضور کم مردم قابل کنترل، قابل سرکوبه و هیچ پشتیبانی از طرف بقیه مردم هم نشده. و متاسفانه بدتر از روز معلم، روز معلمی که البته هر دو این روز خیلی مهم بوده و از هفته ها قبل هم فراخوان اعلام شده بود و گفته بودن که این روزها رو برگزار میکنن، روز معلم هم ما دیدیم حضور معلم ها به اون شکل گسترده نبود، استقبال مردم به طرز خیلی عجیبی کم بود و این خیلی برای حالا منی که نگاه میکنم مسائل سیاسی ایران رو خیلی تعجب آور بود. ببینید این خواسته شخص بنده نیست، برای رهایی از بند ظلم و ستم راهی جز اعتراض نیست، راه مسالمت آمیز اعتراض که خیلی مدنی و مدرنه اینه که ما از این روزها بیاییم بهترین استفاده رو بکنیم در کنار دو قشری که زحمتکشن و ایران سازن. ببینید جامعه آخوند اگر از ایران حذف بکنی چه اتفاقی نمیفته، ولی جامعه کارگر رو نمیشه از ایران حذف کرد، جامعه معلم رو اگر حذف بکنی خب جامعه دیگه وجود نخواهد داشت. کی باید به بچه‌های ما درس زندگی، درس آزادگی و درس علوم رو بده؟ ولی ما در کنار این معلم‌ها نایستادیم متاسفانه. دلیلش نمیدونم، شاید این بود که حالا دولت اومد قبل از این دو روز اومد ترفند شایع انداختن و ایجاد که شایع گرون شدن بنزین رو مردم رو به اون سمت کشوند. آیا این میتونه دلیل باشه؟ آیا دلیلش عدم شجاعت ماست؟ این که واقعا به اون شجاعت نرسیدیم که فریاد بزنیم. ما حالا در طول برنامه کلیپ هایی رو میبینیم که تک تک مردم واقعا به این شجاعت رسیده و همدیگر رو دارن دعوت میکنن به مبارزه. اما این روزها روزهای خیلی مهمی بود که میتونسته خیلی به صورت سیستماتیک و مدر و مدنی مردم رو به خیابون بیاره، اعتراض هموطنان و معلمینمون رو بشنون، پشتیبانشون باشن. و اینها واقعا برای یک جامعه که میخواد گذر بکنه به سمت دموکراسی، گذر کنه از یک رژیم توتالیتر و دیکتاتور، خیلی مهمه که این روزها رو براش ارزش قائل بشیم، بیایم از این روزها استفاده بکنیم برای رسیدن به اهدافمون. اگر باز امکانش باشه از اتاق فرمان خواهش میکنم یک کلیپ دیگه هم هست با اعتراض معلمین عزیزم، اون رو هم ببینیم و در خدمت بخواهم. دروغ میگن خارجیه، دشمن ما داخلیه، 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 دروغ میگن. بله، در کنار عزیزان بعد می بودیم و صداشون رو می شنویدیم و بهره لازم رو می بردیم. سپاسگزارم از شما جناب فرشاد، برمی گردیم به شما، صحبت شما رو می شنویم، در خدمت رو خواهم. سپاس جناب رسولی. به مواردی هم شما اشاره کردید، هم جناب آرش مهدوی عزیز، ما اگه بخواییم این مقدار اینها رو بیشتر بشکافیم، شاید به قول دوستی در فیسبوک الان نوشتن که شاید هنوز باید به ونزوئلایی شدن برسیم و هنوز به نقطه جوش نرسیدیم. همینم ما همین الان قحطی رو پیش رو داریم، قحطی رو پیش رو داریم، نان بربری 3000 تومانی رو داریم، یه چی رو میخواییم؟ بعد از زیمبابوه و بعد از ونزوئلا به همراه کشور جنگ زده سودان رتبه سوم رو از نظر بی‌ارزش شدن پول داریم. از این بدتر باید بشیم؟ از این فقیرتر باید بشیم؟ نه، ما هم مقصریم. ولی اجازه بدید قبل از اینکه من این رو یه مقدار بیشتر باز کنم اشاره بکنم به موارد دیگری از این دست. ببینید عزیزان، ما با یک رژیمی سراسر سیستماتیک دوز چپاولگر و جنایتکار طرف هستیم که
هر کدوم از این صحبتهایی رو که این سردمداران رژیم مطرح میکنن شما نگاه بکنید با یک ماه گذشته میبینید 180 درجه تغییر موضوع دادن، یعنی باری به هر جهت رفتن و متاسفانه ما رو هم به همین سمت دارن میبرن. اختلاف هم در درونشون بیداد میکنه. روحانی میاد مطرح میکنه، برمیگرده میگه آمریکا زبونش بیشتر از قدرتش درازه. خب آقای پروفسور، آقای دکتر، آقای وکیل، شما که زبونت بیشتر از اون درازه، به اندازه یک هزارم اونم نداریم. یه ناوش اومده با 300 فروند جنگنده روی خلیج فارس همین بغل گوشتون، شما چی دارید؟ هیچی ندارم. صحبت از این میکنن، یعنی تا پیروز میگفتش که تحریم ها رو در مقابل چه هزینه ای دور بزنیم، امروز میگه ما اگر راهمونو ببندن ما 6 جای دیگه داریم. آقا یکیشو تو میتونی بگی؟ یکیشو بسوزون بگو آقا دارم، راست میگم 5 تا دیگر استفاده کن، بقیهش پیشکش. اجازه بدید صحبت های روحانی رو بشنویم. الهی به فروش میرسانیم. این حرف حرف کاملا بی اساس و بی پایه است که آمریکایی‌ها میزنن. آمریکایی‌ها قدرتشون در این حدی نیست که زبونشون بلند و دراز هست، قدرتشون خیلی محدودتر از زبونشون هست. ما کاملا منطقه رو بهتر از اونا میشناسیم، قدرت ملت ایران رو بهتر از اونا میشناسیم. ملت ما ایمانشون، ایثارشون، فداکاریشون بسیار بالاتر از اون حدی است که اونا تصور میکنن. البته بعد مردم ما یه مشکلاتی تو این یک سال گذشته داشتن، امسال هم ممکنه همین مشکلات یه مقداری ادامه داشته باشه. به هر حال باید دشمن رو پشیمان کنیم، دشمن رو سر جاش بنشونیم، برگردانیم به نقطه عقلانیت. خدا به ما کمک کنه که ما اونا رو برگردونیم به نقطه عقلانیتشون. فعلا از نقطه عقلانیت خارج شدن. بله، کاش کلیپ دیگرش که مربوط به مصاحبه همین یک ماه و نیم پیش بود رو من آماده میکردم و نگاه میکردیم با هم. دقیقا 180 درجه موضعش تغییر کرده. از آن سو ما میبینیم داخلشون اختلافات بسیاری هست، برخلاف ظاهرش که همه برگشتن به اصل خودشون و لباس سپاهی میپوشن، اختلافات بسیار هست. نگاه بکنید به خبر دیدار فرمانده ارتش با فرمانده سپاه، نگاه بکنید به صحبتهایی که، اجازه بدید یک کلیپی هست از خانزادی از نیروی دریایی، اجازه بدید اون رو با هم ببینیم. ایشون هم داره صحبت از همین میکنه که دشمن سعی میکنه اختلاف بندازه، این رو هم با هم ببینیم. اونطوری که مقام معظم رهبری خطوط کلی در واقع بسیار مهم رو برای ما مشخص کردن، اون چیزی که بسیار برجسته است اینه که آمریکایی‌ها امروز متوجه شدن که تجهیزات مادی چشم پرکنشون قابلیت رویارویی و در واقع نبرد در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو نداره. بنابراین همه تلاش خودشون رو دارن میکنن تا یک پارچگی مجموعه نیروهای مسلح رو خدشه‌دار بکنن. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ید واحده هستن و برادران سپاهی و ارتشی هر دو فرزندان این مملکت هستند، هر کدوم تکالیف مشخصی دارن، همدیگر رو حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم، در کنار هم هستیم و با قدرت قطعا مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان خواهیم زد. ببینید همینان، این رو بایستی یه مقدار بازتر نگاه کرد. جمهوری اسلامی یا به طور اخص من میتونم بگم خامنه‌ای نمیاد هیچ کدوم از مدیران منصوب خودش رو خیلی زود عوض بکنه. رژیم اشغالگر اسلامی فکر میکرد ترامپ میرود، دموکرات ها خواهند آمد و خر اینها از پل خواهد گذشت. وقتی دیدن اوضاع بسیار جدیه، توی خودشون هم دعوا مرافع دارن، رئیس سپاه رو به یک باره میاره بکنه فرمانده بخش فرهنگی سپاه، یعنی میاره میکنه آبدارچی. اختلافات زیاده، میان سلامی رو میکننش فرمانده سپاه عربده کشو، هیچی نداره. بعد در کنارش
اون امیر ارتش میاد بازدید برای به قول معروف رایزنی صحبت کردن و دقیقا دقت بکنید برادر سلامی خودش از عمرای ارتشه. اینها همه با دلیل هست. تا دیروز ارتش بچه سر راهی بود در نظام جمهوری اسلامی. روی سخن من با تو ارتشی الان. تا دیروز بچه سر راهی بودی که همه چی برای سپاه بود. شما در خانه های سازمانی فکستانی در حال ریخته شدن زندگی میکردی. در وقت بعد از کار پادگان تو نمیدونم ادارت مسافرکشی و نمیدونم بونگای املاک کار میکردی. تا دیروز بچه سر راهی و اضافه بودی، اما امروز همه قرون صدقت میرن. قاسم سلیمانی جنایتکار میاد میره در همایش نیروی انتظامی و صحبت از این میکنه که شماها سرباز گمنام واقعی هستید. چطور شد تا دیروز وزارت اطلاعات و سپاه بود، امروز شد ارتش؟ عزیزان، اینها خطر رو احساس کردن. اگر میخواید دقت بیشتری داشته باشید روی این موضوع، کافیه به اون عرایض نخست برنامه که من عرض کردم در دیدار برایان هوک با شورای امنیت، با اعضای شورای امنیت، اینا رو بذارید پازلوار کنار هم دیگه. رفته اونجا اخطار رو داده، آیت الله پوتین خبر رو داده، بلافاصله پاسدار باقری فرمانده ستاد ارتش رو نمیدونم ستاد مشترک نیروهای مسلح اومده گفته که آماده باش. حتما در خبرها صحبت‌های این ابله رو هم شنیدید. گفته است که حمله زمینی نخواهد بود و احتمالا شبانه خواهد بود. برای همینه که دارن قربون صدقه تو ارتشی میرن که تا دیروز محلی از اعراب نداشتی از دید اینها. امروز باید حرکت کنی، امروز باید به خود تکون بدی. بخشی از این برمیگرده به هممیهنانمون. هممیهنان ما وقتی صحبت از این میشه که بنزین داره میره بالا، خب بابا یه ابله میاد میگه بنزین در فلانجا $2، اولی که اونجا گالونیه، من عرض کردم در برنامه قبلی. ضمن اینکه اگر جای دیگه بنزین $2، کارگر حداقلش ساعتی $10 تا $12 درآمد داره، یعنی حداقل روزی $100 تا $120، اون وقت بنزین $2 میخره. ابله. بعدش حقوق یک فوق لیسانس هست $100 تو مملکت ما اگه بیکار نباشه. هممیهن ما به جای اینکه من یاد گذشتگان میفتم که با $2 گران شدن قیمت اتوبوس همه در خیابان ها بودن، ولی امروز به محض اینکه اعلام میشه بنزین 40 لیر تا 60 لیر رو میدن به همراه قیمت 1000 تومانی با کارت سوخت و ادامهش با استی برن 2500 تومانی بخرن، هممیهنان ما به جای اینکه ماشیناشون رو تو خیابون پارک کنند و اعتصاب بکنند و همونجا خیابونها رو به اشغال خودشون در بیارن، میدونن میرن تو صف وای میستن که یه روز 60 لیتر بنزین بزنن رو حساب خودشون زرنگن 60,000 تومان سود کنن. بابا تو یه عمری میخوای 2500 تومانی بخری؟ کمی هم تفکر کن. اجازه بدید همین صف بنزین رو بریم با هم ببینیم. دقیقا همون فرمایش جناب رسولی. عزیزان، البته ساعتی قبل از شروع برنامه عزیزان ما از شیراز اطلاع دادن که در رابطه با دو موضوع اخطار دادن در حقیقت به میهن، به حاکمان اشغالگر اسلامی در درون میهن. یک، اگر بنا باشد قیمت بنزین بالا برود، ماشین ها رو در مقابل پمپ بنزین ها و در مقابل ادارات خاموش خواهند کرد.
راه رو بند خواهند بود. دو، هیچ حشر الوحشی رو قول ما نوشته بودن، ما میگیم هشت شعبی رو، تروریست رو در درون محدوده جغرافیای شیراز راه نخواهیم داد. این رو بیانیه دادم. خب همین من، همه ما ایرانی هستیم. روز کارگر به جای اینکه معلم و کشاورز و بازاری و کارمند و بیکار همه در کنار کارگر قرار بگیریم و از اون حمایت بکنیم، تبدیلش میکنیم به یک موضوع صنفی و میذاریم نماینده حکومت بیاد میکروفون دستش بگیره و رهبر آزاده سر بده حمله بکنه فقط به یک جناح. مقصر ما هم هستیم عزیزان. فقط خواهش میکنم بعضی از دوستان نیان بگن آقا مرفع بی درد اون بر آبی هستی نشستی بیرون گود میگی لنگش کن. نه عزیزم، بسیار کسانی هستن همانند من که در درون مرزن، فقط کافیه سرتو برگردونی ببینی. من هم تا 7 سال پیش درون میهن بودم، زمانی که میکردن تو ماشین میبردن سرتو برمیگردونی اون بر که نبینی. امروز هم تو که مدعی هستی بی غیرتی حرکت نمی کنیم فلان نمی کنیم، شما اون بر نشستید دارید حرف میزنید، امروز شما هم اگر در کنارت یکی رو بکنن تو ماشین ببرن بزرنش، حد اکثر کاری که بکنی یا فیلم میگیری یا شعار یاد گرفتید ولش کن ولش کن تیتیش مابانی رفتار میکنی. ببخشید خیلی روش صحبت میکنم من. همین من، فساد، فقر، فحشا میهن رو بیچاره کرده، به خاک سیاه نشونده. 300,000 زندانی سیاسی و عقیدتی در درون میهن. کجا اون مدافعین حقوق بشر؟ کجا اونایی که دفاع از آزادی میکنن؟ امروز بر اساس شرایط زمان و مکان منافع ملی ما گره خورده است با منافعی که پرزیدنت ترامپ داره میبینه. بیایم از این استفاده بکنیم. پوزش میخوام. اجازه بدید در رابطه با همین مصیبت هایی که من عرض کردم بریم خدمت جناب مهدوی، ادامه بدن ایشون که من زیاد سر صدا نکنم. سپاس فراوان. بهروز گرامی، کاملا شما رو درک میکنم و همونطورم که همیشه ما به همیهنان گفتیم، ما صدای هموطنان داخل ایران هستیم. نمونه مشخصش هم کلیپی است که الان با هم میبینیم. یک همیهن در داخل با ارتش صحبت کرده. ببینید این دیگه بهروز فرشادفر است. یک همیهن در داخل و ما هم صدای هموطنان هستیم. به این کلیپ نگاه کنید. خطاب به نیروهای انتظامی: این را بدانید که در سرزمین پادشاهی من که کنون جولان می دهید، ما هرچه داریم از وجود پربرکت رضا شاه بزرگ داریم که اگر شجاعت ها و از جنگ گذشتگی های این شخص بزرگ نبود، کنون ایران که نبود، امثال تو هم نبودن که با تو مسلحه دست بگیرید و فرزندان دلاور این مرز و بوم را که از جان و دل رضا شاه روحت شاد سر می دهند را به بند بکشید. مگر این غارتگران و چپاولگران که اکنون در ایران حکم فرما هستند چه کاری برای این سرزمین انجام دادند جز غارت و چپاول و دزدی و عقب ماندگی؟ ننگ و لعنت بر کسانی که خود را شریک این جرم می کنند. شما فردا در ایران آزاد جایگاهی ندارید. شرم و ننگتان باد. رضا شاه روحت شاد. بله عزیزان، این مسائل مثل روز روشنه و خب بعضی اوقات هم ما هم از این طرف که نگاه میکنیم خب دلمون به درد میاد. من خودم شخصا هیچ وقت انتظار نداشتم دوباره این صف‌های بنزین رو ببینم، چون مثل روز روشنه حکومتی که دستش داره از فروش نفت کوتاه میشه و پول نداره، این پول رو میخواد از تو جیب شماها در بیاره، از تو جیب بدبخت شما، از تو جیب ندار شما. به قول بهروز عزیز، حالا یه هفته بنزین داشته باش، بعدش میخواین چیکار کنید؟ در همه جای دنیا در این جور مواقع خیلی راحت، نه احتیاج به کشته شدن هست، نه احتیاج به تظاهرات هست، نه احتیاج به شکنجه شدن و زندانی شدن هست. ماشینتو نبر بیرون به همین راحتی، یعنی نشون بده که نمیخوای پول به اینا بدی. به شما قول میدم بعد از یک هفته دوباره قیمت رو برمیگردونن پایین، چون اون موقع چیزی دیگه نداره، همون یه ذره هم که میخواست در بیاره دیگه دستشون نمیره. عزیزان، اینها پول ندارن، به جای اینکه قیمت بنزین رو گرون کنن میتونن بگن به طول سگاشون که در سر تا سر دنیا هستن پولای بادآورده رو بردارن بکنن تو شورتشون بیارن تو ایران. دیگه از این ساده تر
ما داریم شبانه روز میبینیم این بی همه چیزها رو. سوار ماشینای اونچنانی میشن از تو دبی گرفته تا کانادا تا کشورهای اروپایی و آمریکا حتی. البته نه اینکه هیچ کاری هم نمی‌کنیم، نه، اینا همه لیست آماده است. به محض اینکه این حکومت کثیف بریزه یک یک اینا رو با پس کردنی میاریم خدمت خودتون. ولی یه مقدار هم خب این جور مواقع آدم میتونه حرکتای انجام بده. همین هفته‌ای که گذشت به هر حال عزیزانی که در اروپا هستن میدونن یه سری خلبان شرکت هواپیمایی ساس اعتصاب کردن، مردمی هم که هر روز هواپیما سوار میشن باشون همدردی کردن، باعث شد که بعد از کمتر از 7 روز همه اون خواستهاشون رو بهشون دادن. ببینید الان دیگه جهان به این صورت هست. درسته که ایران مثل نروژیست، همه ما اینو میدونیم، ولی میگم ماشینتون رو بیرون نیاوردن که نمیان یقتون رو بگن آقا چرا ماشینتو پارک کردی، یا به قول بهروز عزیز همه ماشینا رو ببریم بذاریم کنار خیابونا، هم ترافیک درست میشه هم اینا مجبور میشن دوباره این قیمتا بیارن پایین. الان همه فکرشون این هستش که این کمبودها رو از کجا بیارن و چقدر احمقن. 3 میلیون بشکه نفتو که نمیتونید با 500 تومن گرون کردن بنزین جبران کنید، ولی باز براشون یک رگ جدید خون هست. نرسونین خونها رو به حکومت جمهوری اسلامی. الان بهروز فرشادفر ناراحت هست، هموطنمون از داخل ایران ناراحت هست. 20 سال پیش یه کسی که گردنش رو بریدن، رگ گردنش رو بریدن به خاطر ایران، دکتر فریدون فرخزاد هم ناراحت بود. ببینید چه میگه فریدون فرخزاد در این فیلمش، ببینید چگونه در اون زمان گفته بود. یعنی 20 سال هموطن گرامی ما عقبیم. به صحبت‌های دکتر فریدون فرخزاد گوش میدید. مردم این 4 سال 40 سال میشه، روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم، 50 سال در قربت در بدری دارن میپوسن، شما هم در اینجا خواهید پوسید اگر بلند نشید، اگر قیام نکنید. شما شرف دارید، شما حیثیت دارید، شما فرهنگ دارید، به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستید. فریدون فرخزاد هم میتونست مثل گوگوش و منصور و لیلی و جیلی و جوجو بره بشینه توی هتل شرابشو بخوره، مشروبشو بخوره، بگه به من چه مربوطه ایران چی هست، من برم کنسرتامو پر کنم. ولی همین صحبت ها رو کرد، همین حرکت ها رو کرد، جونش هم برای ایران داد. خب پس بیاییم یک حرکت هایی هم ما کنیم. البته میگم ما از زبان خودمون نمیگیم، از زبان شما در داخل میگیم، برای اینکه نهاد مردمی نهاد مردمی است. اون هموطنی که از داخل ایران پیام میفرسته از تای دلش درد داره میکشه، چون فرزندشو داده برای آزادی ایران، بعد میبینه تو هموطن رفتی برای 40 لیتر بنزین تو صف وایسادی 24 ساعت که خنک کنی دل جمهوری اسلامی رو و بسوزونی دلمون رو. بیشتر در رابطه با این برنامه خارج از کشور و این مسئله به هر حال همایش 11 ماه می من صحبت میکنم در قسمت بعد، و خواهش میکنم، تمنا میکنم از هموطنان در خارج از ایران همین الان تصمیم بگیرید، 7-8 روز مونده بیایید در اونجا، به جای اینکه تو فیسبوک فوش به خامنه ای بدین یا تو اینستاگرام فوش به روحانی بدین، بیاین اونجا فریاد بزنید سپاه پاسداران باید بره تو لیست تروریستی، و مطمئن باشید جلوگیری خواهید کرد حتی از جنگی که در راه است. جناب رسولی عزیز میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم. مرسی، ممنون، سپاسگزارم. یکاش من مثل شما دو بزرگان میتونستم با این شجاعت و حرارت حرفه که تو دلم هست رو بزنم. ببینید من فهم میکنم اتفاق دولت ما یعنی رژیم ملاها داره خیلی بهتر از مردم عادی و هوشمندانه تر از فضای مجازی استفاده میکنه. چطور؟ عرض میکنم خدمتتون، مثلا در زمانی که خیلی نیاز داره به حضور یک سری از این سلبریتی ها میارتشون، و بعضاً یکشون برمیگرده میگه آقا ایران امن‌ترین جای دنیاست، نمیدونم اگر ما در سوریه نجنگیم بعد در اینجا بجنگیم، و وقتی به زندگی خودش نگاه میکنه میبینی 90% روسا اصلا خارج از ایران هست. یا میان مثلا در همین 1 روز 2 روز مونده به اعتراضات سراسری روز کارگر و روز معلم میاد شایعه‌ای رو درست میکنه. این روال همیشگیش بود، حالا زمانی که فضای مجازی بود نبودش از طریق دهان به دهان، الان که فضای مجازی است
راحت‌تر داره این شایعه رو منتقل میکنه به جامعه و جامعه رو به اون سمت که دلش میخواد میکشونه. در نهایت هم وقتی شایعه میکنه که 2500 تومن میخواد بشه، مردم اینجوری میرن هجوم میبرن. گفتنی ها رو شما دو بزرگوار گفتید، من نمیدونم یک باک بنزین مثلا یک روز دو روز شما رو نگه میداره، بعدش چی؟ آیا حاضر خواهید بود که 2500 تومن رو بخرید یا دولت بیاد از این ترفند استفاده بکنه و مثلا بگه 2500 تومنی که گفته بودن شایعه بیش نیست 2300 تومن؟ بعد ما در نهایت باز بگیم عجب دولت خوبیه 2500 تومن نکرد، عجب 2300 تومن. و طبق روال این 40 سال گذشته همینجوری عذر میخوام به نوعی سواری بدیم به این دولت. خیلی از عزیزان دولت رو نشونه میگیرن، اتفاقا من میخوام مردم رو نشونه بگیرم. ما مردم هستیم که دولت ها رو میسازیم، نه برعکسش. اگر کسی برعکس اینو گفته من فکر میکنم اشتباه گفته. در تمام دنیا خیلی راحت میتونن از مشکلاتی که هست عبور بکنن مردم. دوستان میگن راهکار چه؟ ما در فضای تلگرامی با هزاران نفر صحبت میکنیم، از درون ایران بحث میکنیم، میگن آقا راهکار چیه؟ خب راهکار همین الان جناب فرشتفر گفت، ماهاست گفتن، سالهاست گفتن. زنده یاد فریدون فرخزاد 20 سال پیش گفته دیگه. مثلا بعد راهکار چی باید بگیم؟ بعد بگیم آقا به صورت چیکی از این ور برید، با جسه اونو بزنید، با چیکمون اینو بزنید. راهکار همین عزیز دلم. دوستان که میگید همه اینا رو ما میدونیم راهکار ارائه بدید، راهکار پریروز بود، راهکار دو روز پیش بود که ببین در کنار اون کارگر بیستی و اون کارگر برادر پدر تو نیست، اگه همسایه تو نیست، اگه هممیهن تو نیست، اگه درد اون درد تو نیست، اگه گرفتاری و مشکلات تو گرفتاری و مشکلات اون نیست. چرا ما باید بریم به خاطر یک شایعه یک صفحه عظیم طولانی بنزین رو تشکیل بدیم ولی غافل باشیم از تهدیدات بزرگتر که در کشورمون هستش؟ دیگه نمیدونم چجور باید گفت که خیلی ساده تر عامیانه تر باشه و خدای نکرده به تیشه قبای کسی هم بر نخوره. نمیدونم اگر امکانش باشه اون کلیپ صفحه بنزین رو ببینیم یا نه، ببینیم و بعدش باز در خدمتونم. عذر میخوام، بله پخش شد دیگه نیست. البته خب بسیار دیدن. میگم یکی از کاری که ما داریم به صورت فکر میکنم نظر شخصیمه منفی از فضای مجازی استفاده میکنیم اینه که بسیاری از این ویدیوها رو هم میفرستیم برای همدیگه در گروه های تلگرامی فقط تماشاشون میکنیم، یا شدیم گزارشگر برای شبکه‌های مختلف، یا فقط یه موزل یا داریم به نمایش میکشیم ولی برای حل اون موزل هیچ کاری نمیکنیم. جان فرشافر گروه وقتی کسی رو دستگیر میکنن اوج شهامت ما اینه که میگیم بلش کن بلش کن. خب این راه عبور از بحران نیست. حالا میخواد راه رهایی میهن باشه، راه رهایی خود هم میهن من باشه که شب و روز داره از درد و مشکلاتش فیلم تهیه میکنه، اعتراض میکنه از نداریش، از گرانیش اعتراض میکنه، اما حرفی نمیزنه. و در انتهای صحبتم اگر اون کلیپ آماده باشه که فریادهای یک هموطنمون رو داشتیم میشنویدیم، دو تا کلیپ بود، نمیدونم هر کدومش اگر امکانش باشه که پخش بشه، ممنون میشم که اگر همه ما به این شهامت برسیم که با این وضوع با این صدای رسا صحبت بکنیم و اعتراضمون رو بگیم، شاید این شهامت این عبور از ترسمون اپیدمی بشه و همه کاری برای رهایی خودمون انجام بدیم. سپاس شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله بله سپاسگزارم. من فکر میکنم این چیزیه که جامعه امروز ما نیاز داره، تعداد این افراد بیشتر و بیشتر بشه. بس فقط آگاهی دادن نیست، بس تزریق شجاعت به جامعه است. بارها خود حکومتی هم گفتن حقیقتا تنها ترس رژیم از خود شما مردمه، نه از امریکا و اینا. حالا بس بود بحث سیاسی و حمله و جسد امریکا بمانه، ولی بیشترین ترسش از خود مردمه. من
برمیگردم به جناب فرشادفر، فقط در بخش بعدی میخواستم در تو با یک موزن موجزیستی با شما هم میهنانمون صحبت میکنم. سپاس گذارم. جناب فرشادفر در خدمت شما. خواهش میکنم. سپاس گذارم. ببینید همونطور که شما فرمودید، من الان داشتم به این کلیپ نگاه میکردم، به این هم میهنمون، به یه موضوعی فکر میکردم. ببینید هم میهنان گرامی، معمولا پیشروان جامعه و اون لیدرها و کسانی که توانمند هستن یک سری کارهایی رو انجام میدن، میدانی، تبلیغاتی، تحقیقاتی، یک سری اموری رو انجام میدن و در حقیقت اون پیشروان جامعه هستن که موجی ایجاد میکنن تا دیگر هم میهنان رو برکت در بیارن. اما این طفلکی توی مترو شاهد بودید آنگونه اعتراض میکنه و شاید از من و تو خیلی مومنتر باشه و بگه آقا نخواستیم این دین رو، دیگران چیکار کردن؟ فقط صدای بانوی اومد که گفت درود بر شما. آیا حرکت کردن؟ آیا دیگران اعتراض کردن؟ نه، فقط نظارگر بودن. نهایتش اگر کسی میگه سر این دین رو بزنه میگفتن بلش کن بلش کن. نکنید عزیز من، حداقل دلتون اگه برای خودتون نمیسوزه، برای آیندگانتون بسوزه، برای ایران بسوزه که ایرانستان خواهد شد. فساد داره بیداد میکنه. حاکمیت فردا بنزین رو 5000 تومان هم خواهد کرد. تو یه ایرانی اگه بی تفاوت باشی بازم میخواه بری راستی تو صف. میدونید چرا؟ چون نداره. من از 3 ماه پیش گفتم آقا رژیم داره روزانه 750000 بشکه نفت میفروشه. امروز به شما میگم آقا زیر 600000 بشکه داره میفروشه. باز یه سری میان میزن آقا میخوای از 1,700,000 بشکه کم بیاریم. بابا رژیم داره الان روزی 600,000 بشکه نفت میفروشه، فقط میتونه به وحوش خودش بده، نه به شما هم میهنان. هیچ نداره، کف دستی که مو نداره بکن. تا کی فرافکنی؟ من تصویر رو دیدم، روحانی داره صحبت میکنه، اون روبای بنفش داره صحبت میکنه برای جمعی در رابطه با حقوق کارگران و کارگران و احترام به کارگران. درست کارگری که اون سن براش تمیز کرده یه دیوار کاذب بینشون بر حلق زمین افتاده. اینها تصاویریه که درده، درد همیهن من، درده. وقتی دخت میهن بایستی بره ترکیه و دبی به فروش برسه، درده. وقتی اون فرزند کار، کودک کار میره تو خیابون کار میکنه که مادرش تنفروشی نکنه، درده همیهن من. فساد بیداد میکنه. اعتراف خود حکومتی ها به فساد رو یه دونه شو الان با هم میبینیم. سر تا پایین رژیم رو فساد فرا گرفته، فسادی افسار گسیخته که اصلا خودشون هم توش گیر کردم. اجازه بدید این کلیپ رو با هم ببینیم. اعتراف به فساد از خودشون، نه من، نه من با قول اینا مزدور نوکر وهابیه، نمیدونم صهیونیستیه، نمیدونم امریکایی. اجازه بدید این رو با هم ببینیم. بنگاه های بزرگ ها برای اینکه بتونن فعالیت بکنن باید رضایت افراد زیادی و بخش های زیادی رو برآورده بکنن. بیش از حد افرادی رو باید راضی بکنن. اول یه سری رضایت خانه باید مجوز بدن، بعد باید استاندارا، فرماندارا، بخشدارا، بعد اطلاعات، نیروی انتظامی، نیروی امنیتی هم راضی بکنن، بعد باید امام جمعه ها، نخبه های محلی، سران طوائف، همه اینا رو باید یه جور دمشون رو ببینن تا بتونن به صورت عادی کار بکنن. گاهی اوقات انجمن صنفی هم میان وسط و اونا هم یه داستانه ایجاد میکنن و گاهی اوقات متاسفانه رسانه ها رو ابزارهای باجگیری میکنن. یه شروع میکنن شایعی درست کردن، حمله رو سامان میدن علیه یه شرکت و اون میفهمه، خودش مدیر بنگاه میفهمه از کجا این داستان شده، باید به کی امتیازی بده تا این فشارها رو برداره. این رسانه به جای اینکه در خدمت توسعه اقتصادی باشه متاسفانه میبینیم که ضد خودش عمل میکنه. خب دیدید و شنیدید همین من، در جنوب کشور 90% کانتینرهایی که میاد به نام یکی به نام مدلل میاد که نوچه رفسنجانی بود، داماد مکارم شیرازی، همون سلطان شکر نکبت تازی که میاد به شماها دعوت به آرامش میکنه و نگران نون شب شماست، نگران نون شب شماست، خودش سلطان شکره و در پی غارت و تجارت خودشه. منصوبانش دارن در بازار تهران پول رشوه نزول میدن، نزول.
ساختمون تو به نامش میکنی 20% بهت پول میده، دو روز دیگه میکشه بالا، بازم میخوای بی تفاوت باشی؟ بازم میخوای نسبت به انصاری بی تفاوت باشی؟ برات یه انصار مال درست کرده در غرب تهران، برو نگاه کن، هزاران متر فقط تخلف ساختمانی داره. اونا کجا داره میاد؟ از بانک سرمایه، از بانک آینده. خب اون بانک‌ها رو پولاش از کجا داره میاره؟ از پول من و تو، از من و تو عمیان. همه اونها باعث تورمه. امروز ما داریم میریم بدتر از ونزوئلا میشیم. رژیم هم همینو میخواد، چون میدونه که مستقیم نمیتونه به جنگ شما رو میندازه به جون همدیگه، میذاره که درگیر نون شبتون بشید، فقط بزنید تو سر کله همدیگه. همین به ایران هم سوگند، اگر تا دو ماه دیگه حرکت نکنید، یا بایستی آماده بشید برای حملات خارج از کشور که اون وقت ننگش بدتر از این خاری و ذلت هست، چرا که بایستی دهه ها خسارت اون جنگ رو بپردازید و بشید نوکر استثمارتون کنن، یا اینکه باید حرکت کنید. اگر حرکت نکنید تا دو ماه آینده رژیم شما رو وادار میکنه به برادرکشی، کاری که از کردستان شروع کرد، کاری که از اهواز شروع کرد، کاری که در چیز کرد، در زاهدان کرد. امروز هم شاهد هستید میریزن در ورزشگاه ها عوامل رژیم، قومیت گرایی و تجزیه طلبی و مسائل دیگر رو مطرح میکنن، پرچم کشورهای دیگر رو میبرن بالا. اینها من و تو نیستیم، اینها طرفداران حاکمیت هستن و مزدوران حاکمیت هستن. باز هم میخوایم بی تفاوت باشیم، بشینیم و تماشا کنیم هر آنچه که میخواد سرمون بیاد. هم میهن حرکت نکنی ایرانستانیم، خائنیم به فردای فرزندانمون، به امروزمون. این لکه ننگی رو که پدران و مادرانمون داشتن ما باید پاک کنیم. فرصت نیست بسپاریم دست فرزندان و نوادگانمون، فرصت نیست. به ایران هم سوگند، فرصت نیست. اجازه بدید در خدمت جناب مهدوی باشیم. سپاس فراوان. بله دقیقاً این حالت هست و البته میگم در امروز روز دیگه مثل 20 سال پیش 30 سال پیش نیست که خبرها رو ما نداشته باشیم. هر روز برای ما کلیپ های مختلف میاد، برای همه، یعنی همه عزیزان در همه جای جهان میبینن این کلیپ ها رو، و یک به قول معروف مواردی پیش میاد که دل آدم به درد میاد، همونطور که در قسمت قبل گفتم. به عنوان مثال در داخل مترو یک شیرمرد که به نظر من باید بهش جایزه نوبل بدن، در این حد بلند میشه فریاد میزنه، حرفهای دل تک تک شما رو میزنه، همه نشستن مثل ماست دارن نگاش میکنن. تنها کارتون اینه که بلند شین بغلش وایسین، هیچی نگین، حداقل دست بزنید، حداقل هورا بکشید. از در مترو که داریم میایم بیرون همه ایستاده بیاین که اون شخص تحت فشار نباشه. خب ما نمیگیم همه میتونن همچین به هر حال رشادتی داشته باشن، همچین نترسی داشته باشن، ولی میتونید پشتیبانی که بکنید. یا به قول بهروز عزیز وقتی یکی رو دستگیر میکنن به جای ولش کن ولش کنم آروم باش آروم باش، بزنید با پس کردنید اون کسی که گرفته رو بنزینش تو جوب اون شخص رو آزاد. اینا همه شدنیه، با هم نگاه میکنیم به همین مترو و چقدر من دوست داشتم اونجا بودم که دست این عزیز رو میفشردم. این خیلی میتونست تاثیرگذار باشه. به هر حال این چیزایی است که ما میشنویم دوستان عزیز. حالا باز در برنامه‌های بعدی همه اینا رو نشون میدیم. من از همه شما تقاضا میکنم با هم دست به دست بدیم، بتونیم حداقل این حرکت برلین رو به بهترین وجه انجام بدیم و باز در برنامه هفته آینده که هم سه شنبه است و هم جمعه بیشتر توضیح میدیم برای شماها. و امیدوار هستیم که با این برنامه به هر حال که در خارج از ایران هست بتونیم ندای هموطنان در داخل ایران رو جواب بدیم. اجازه بدین به یک حداقل کلیپ دیگه که در رابطه با همین همایش برلین است نگاه کنیم و برگردیم.
مشخصا همه عزیزان متوجه شدن شنبه 11 ماه مای، یعنی همین هفته آینده، شنبه آینده یعنی نه فردا، هفته آیندهش در دروازه، اجازه بدید من دقیق بگم که البته عزیزانی که در آلمان هستن حتما میدونن، دروازه براندنبورگر در آلمان که جای بسیار در برلین که بسیار معروف هم هست، و از همین الان تقاضا میکنم برنامه‌تون رو بذارین، حداقل اینه که به دوستان و آشنایتون که هستن در نزدیکی برلین تماس بگیرید. ما امیدواریم بتونیم هزاران نفر رو داشت، یعنی اونطوری که در ورشو بود که بالای 400 نفر اومده بودن، این بار امیدوار هستیم بیشتر باشه. اگر نگران ایران هستید، اگر چشتون به داخل ایرانه، اگر میخواین هموطنان در داخل ایران نیرو بگیرن، بیایید با همدیگه دست در دست بدیم و یک کار بسیار شیک و درستی انجام بدیم. شنبه 11 مای، البته میگیم این شروع یه سری حرکت هاست و با هم بتونیم این ادامه بودن حکومت ننگین اسلامی و سپاه کثیف پاسداران رو در لیست‌های تروریستی تثبیت کنیم و اینطوری ضرباتمون رو بیشتر کنیم. جناب رسولی عزیز، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم. بله، چیزی که بعد گفته میشه شما در عزیز فرمودید، یه کوچولو فقط بهش اشاره بکنم و برگردم به مطلبی که می‌خواستم با هم همین الان درمیون بذارم. رشد منفی اقتصادی، گرونی، تورم، بیکاری، این دستاورد این 6 ساله شیخ حسن کلیساس بود که مردم هم بار اول رفتن بهش رأی دادن و هم بار دوم این کار کردن که متاسفانه دستاوردشون همین بوده و بدتر از این هم خواهد شد. با به صفر رسیدن فروش نفت ایران وضعیت ما متاسفانه بدتر از این خواهد شد. اما میخواستم در ارتباط با یک موضوع مهمی با شما صحبت کنم. قطعا شنیدید این حمله ملخ‌ها رو به ایران، یک مسئله متدیسیه که برای من اهمیت داره، چون در این زمینه تحقیق میکنم و مطالبی رو جمع‌آوری میکنم. البته که هجوم ملخ‌ها و آفت‌ها 40 سال پیش از نزخ و پاریس شروع شد، ولی حقیقتا اگر بخوام به موضوع حمله ملخ‌ها اشاره بکنیم که به گفته سازمان جای جهانی خاروبار فاو هم که وضعیت هشدار ایران رو از زرد به نارنجی برده، زمانی هم که زرد بوده وضعیت چند خوشایندی نبوده. میدونید که ما چند سال گرفتار بی آبی بودیم و کشاورزیمون به شدت آسیب دید و به خصوص نابودی محیط زیست داریم با عدم مدیریت این آقایون که سر کار هستن. اما خب 6 تا استان ما مورد هجوم ملخ‌ها قرار گرفتن: استان بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان. می‌خواستم یه کوچولو در ارتباط مشخصات این ملخ‌ها بگم که متأسفانه از اون بدترینش هم هستن، ملخ‌های دریایی و ملخ‌های صحرایی که هر چیزی که سر راهشون باشه اینا میخورن، از بین میبرنش و چیز زیادی باقی نمیذارن. مثل که گروه اول این ملخ‌ها از بهمن ماه اومده بوده، طبق گفته آقای معین مدیر کل مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات، در بهمن ماه گروه اول این ملخ‌ها به ایران حمله کرده بوده. اون چیزی که من در خبرگزاری هم میخوندم، وقتی باش مصاحبه کردن که گفتن چرا اون موقع اینقدر آسیب نزده، گفتن که اون زمان جفتگیری و تغلیزیشون بوده. اما متاسفانه خبر داره میاد که تو اردیبهشت ماه دسته دوم هجوم این ملخ‌ها به شدت به ایران خواهد بود که گویا دسته های 50 میلیون عددی هستن و این میتونه به شدت وضعیت ایران رو از نظر غذایی یک وضعیت بغرنج بکشونه، یک وضعیت بدی رو برای کشاورزی، باغات ما، تمام زمین زراعیمون به وجود بیاره. وقتی که این ملخ‌ها میتونن بهش آسیب بزنن، اینجا که میگن حالا برای بوده اولیشونه تا 200,000 هکتار رو باید آماده باشن برای اینکه با این ملخ‌ها مبارزه بکنن. خب اینجا که باز حالا اومده، من میخوام برای یه توضیح کوتاه بدم، این ملخ‌ها سرعت پروازیشون، قدرت پروازیشون بین 200 تا 250 کیلومتره. اگر باد موافقم باشه اینا تا 500 کیلومتر بیشتر میتونن جا به جایی داشته باشن. این خطرش از این نظره که میتونن خیلی راحت از یک استان به یک استان دیگه در دسته 50 میلیون جایی حمله بکنن. این ملخ‌ها از شرق آفریقا اومدن به خاطر بارندگی زیادی که ما در هفته گذشته داشتیم که متاسفانه مجدد خیلی هم شدش، اومدن اول به سمت عربستان و به خاطر میگم باد و خنک‌های هوا، بارش باران به سمت ایران حمله ور شدن. مشکل دیگه که داره این ملخ‌ها اینه که میتونن تو هر بار تخم‌ریزیشون بین 300 تا 400 عدد تخم بریزن
که اگر اون عدد 50 میلیونی هم در نظر بگیریم که 10 میلیون شاید در واقع بتونن توخروجی انجام بدن، خب این یک عدد وحشتناک و خیلی خطرناکی میتونه برای ما باشه. کاری که دولت باید بکنه، خب باید خیلی سریع‌تر و گسترده‌تر با این موضوع برخورد بکنه. اما تا زمانی که من داشتم این اخبار رو در می‌آوردم که مربوط به 8 روز پیش هم بود، آخرین اخبار این بود که هنوز اون مبلغ 10 میلیارد تومانی رو که سبب بحران گفته بود ما میدیم در زمینه تخصیص بودجه که برای این آفت رو تهیه بکنن و با این موضوع مبارزه بکنن، هنوز به دستشون نرسیده. یعنی حتی برای تامین 10 میلیارد تومان بودجه که با این موضوع، با این موضوعی که میتونه میلیاردها دلار به ایران صدمه بزنه، هنوز کاری نکردن. آفتی که این موجودات میتونن به ما بزنن و مقدار محصولاتی که میتونن از بین ببرن تقریبا بیش از 4.5 میلیون تنه و اینا همه نشونه خیلی بدیه که میتونه چقدر به مزارع زراعی ما آفت بزنه و امنیت غذایی ما رو تهدید بکنه. در این راستا اومدم برای اینکه حالا آفت کش دادم برای اینکه با اینا مبارزه کنم، از اون طرف یه سری خوچ و بز کوهی و کر رو از بین بردم. من اگر شما نکنم و تا فرمان لطف کنم اگر کلیپش آماده باشه نشون بدم، برمیگردم در خدمت شما هستم. بله کلیپ دیدیم، متاسفانه اینا میان یه چیزا درست بکنن، مثلا این سه دیگه هم خراب میکنن و شما در نظر به یه قرار باشه در سطح 200,000 هکتار اینا آفت کش بزنن، هم به زمین زراعی اون مناطق که سالها زمین کشاورزی بوده آسیب های شدیدی وارد میکنن و هم تمام جانوران و جانداران، پناهگاهان کوچان نیستن، پرندگان مختلف هستن، جانورای دیگه ای هستن که برای محیط زیست ایران بسیار حائز اهمیتن، اونا رو هم از بین میبرن و نابود میکنم. این چیزی بود که میخواستم با شما همیهنانم در میون بذارم و موزلیه که با اون همه مشکلاتی که ما داشتیم در این سالهای گذشته، این هم متاسفانه به اضافه شده. سپاسگزارم جناب فرشاد، برمیگردیم به شما در خدمت ما. خواهش میکنم جناب رسولی. بله همونطور که شما فرمودید بیکفایتی رژیم یکی دوتا نیست. بیکفایتی گفتم دوباره درد دل این سلزده ها اومد یادم. اجازه بدید یک کلیپی هست، فریادهای یک سیل زده و نگاه بکنید، نگاه اون مسئول رو و برخوردش رو بذارید ببینیم، من نگم ببینیم بعد بفرمایید چرا من هست. زندگی ما آب برده، مغازه ما آب برده، خدا تمام زندگی ما آب برده. نه ببینیم بریم 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 زندگی ما همه، من بازم سوپرمارکت دارم، دیشب بچم پول ندارم برم سوپرمارکت کنم، زندگی ما آب برده، با قرآن دو تا پتو دست سوپر به من دادن، بچم رو زیر چادر، دیشب بچم میخواد آتیش بگیره. بیا بیا فرما بیا بازی تو پلی ببین برو نشونش بده سر ولش کن برو نشون با قرآن دستم بچه هم دیشب اینجا بوده با خالی برقی رو روشن دیشب بچه هم میکنم. بله همین من رژیم و مسئولینش بیکفایت هم. برخوردی که اون مسئول کرد و شما خودتون دیدید، بیکفایتی، بیمسئولیتی، بیتعهدی، هیچ کدوم اینها رو نداره. تمام همینی که منفی هست همش منفی، هیچ چیز مثبتی نداره. تا من و تو ما نشیم
در کنار هم در خیابان قرار نگیریم، ارتش در کنار ما نخواهد بود. ونزوئلا رو ببینید، تا من و تو ما نشیم در کنار هم در خیابان شانه به شانه هم حرکت نکنیم، اون ارتشی هم سکوت خواهد کرد. هرچی هم ما تحریکش کنیم، هرچی هم بگیم آقا غیرتت، سوگندت به خاکت، به ناموست، به شرفت، به اسلحت، باز هم همونه. اون هم به شما نگاه میکنه تا شما حرکت کنید. لیدرها دارن تلاششون رو میکنن، پیشروان جامعه دارن تلاششون رو میکنن، شعار نویسی میکنن، تبلیغ میکنن. من و تو باید ما بشیم اونها رو به حرکت در بیاریم، ارتشیان رو به حرکت در بیاریم، بدنه سپاه و بسیج رو به حرکت در بیاریم. عزیزم، جانم، عمرم، پدر من، مادر من، خواهر من، برادر من، فرزند من، ایران برای همه ماست. خاکمون رو بایستی از وجود این تازیان اشغالگر پاک کنیم قبل از اینکه دیر بشه. اجازه بدید قبل از اینکه بریم خدمت جناب مهدوی، جناب رسولی هم یه 30 ثانیه‌ای بدرود رو بگند و پایان بخش رو در خدمت جناب مهدوی باشیم و کلیپ خواهیشون. خواهش میکنم. بله خیلی سریع، همچون شما فرمودید، تا من و تو ما نشیم هیچ اتفاق خاصی نمیافته. الجزایر تونست این انقلاب رو انجام بده، سودان تونست، الان ونزوئلا داره انجامش میده، قطعا ما هم میتونیم انجامش بدیم. فقط عبور از ترس شجاعت و حضور در خیابان‌ها و اتحادی که باید با هم داشته باشیم. سپاسگزارم از شما و تا دور دیگر بدرود. خدا نگهدار. سپاس فراوان از جناب رسولی و همینطور دوست و یار عزیز بهروز فرشادفر. من این وقت پایانی رو باز اختصاص میدم به این مسئله برلین. امیدوار هستم دست به دست هم بدیم و یک حرکت بزرگ جهانی رو به وجود بیاریم و با هم این نیروی شیطانی سپاه پاسداران رو که باعث بدبختی شما همیهنان شده رو وارد لیست تروریستی در اتحادیه اروپا بکنیم. و من به شما قول میدم تک تک افرادی که اونجا بیان تاثیرگذار هستن. ما یادتون باشه در فردای رفتن جمهوری اسلامی رأی گیری و انتخابات آزاد هست، اون موقع هر کسی به هر حکومتی اعتقاد داره چپ و راست رأیمون رو میدیم، ولی امروز باید دست در دست هم بذاریم. من این صحبت دارم با همه یاران و دوستانی میکنم که در برلین هستین، چه چپین و چه راستین، امروز پناهنده هستین در کشور آلمان، فردا باید برگردیم برین تو ایران. حالا حتی اگر اشتباه کردین در گذشته که این حمال‌ها رو آوردین سر کار، هیچ ایرادی نداره، الان میتونین حداقل اون کار رو جبران کنین. من بسیاری از دوستانم در برلین هستم که امیدوارم همه اونا رو اونجا ببینن. به هر حال من به عنوان یک عضو کوچیک و چند نفر از دوستانمون از نروژ داریم میایم، از سوئد یاران دارن میان، بانو سفیری عزیز دارن میان و از دیگر کشورها. مبادا شما از آلمان و از شهرها و کشورهای اطرافش نمیان. هموطنان عزیز، دیدار ما شنبه 11 مای ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در اون دروازه‌ای که دیگه همه شما باید بلد باشید. البته باز میگم هفته دیگه هم بیشتر صحبت میکنیم و امیدوار هستیم عزیزان شروع کنن به ما کمک کنن و به همه گروهایی که هستن. من اسم گروه ها رو امروز نگفتم چون میخواستم یه وقت کسی از یاد نره و همینطوری که گفتم لیست در حال تکمیل شدن، حتما هفته آینده اسم همشون رو میگیم و مطمئنم باشین دست ما در دست هم دیگه است برای کوری چشم جمهوری اسلامی. ما دیگه فقط یک دشمن داریم، همیشه هم اینطوری بوده، اونم جمهوری اسلامیه و همه به هر حال طرفدارانش و کسانی که تا الان نگرش داشتن. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، به امید روزی که هر ایرانی احساس مسئولیتی رو که باید داشته باشه رو به وجود بیاره و این مشت آخر رو بکوبیم بر دهان جمهوری اسلامی و کارشون رو تموم کنیم. بدرود. Sky.
hell.